در این بخش از برنامه 24 قضاوت‌های تاریخی درباره انقلاب 57. آیا انقلابی که شاه ایران هم صدای اون رو شنید جنبشی برای آزادی بود یا شورشی کور از سر ناآگاهی؟ از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد. خانم آقایان سلام و وقت بخیر. 14 آبان 1357 حدود 3 ماه پیش از پیروزی انقلاب محمد رضا شاه پهلوی در پیامی تلویزیونی گفت ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستند و انقلاب ملت ایران به گفته او نمیتونه مورد تایید او به عنوان پادشاه ایران و یک فرد ایرانی نباشه. ملت عزیز ایران در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد، اما من به نام پادشاه شما بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می کنم و تعهد متعهد می شوم که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. متعهد می شوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی برای برقراری آزادی‌های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است به صورت کامل به مرحله اجرا درآید. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی داده اید تضمین می کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود. علیرضا کیانی فعال سیاسی از واشنگتن با ماست. آقای کیانی، چقدر به نظرتون خود شاه به پیروزی انقلاب کمک کرد؟ نه به واسطه حکومتداری پیش از 57، بلکه به واسطه همین اقداماتی که در آستانه انقلاب، از جمله اینکه صدای انقلاب شما رو شنیده، من به عنوان یک پادشاه نمیتونم اون رو تایید نکنم. اقدامات این چنینی چقدر به نظرتون کمک کرد به پیروزی انقلاب؟ درود بر شما. یادی میکنم از جاویدنامان انقلاب ملی ایران که خون پاک اونها خاک پاک ایران را بیاری کرد و یادی می کنم از آزاد دلان اسیر در بند ضحاکی که قطعا رنج اونها بی ارج نخواهد بود. در مورد پیامی که پخش کردیم، باید این رو عرض کنم که دستگاه به صورت کلی مدیریت درستی در قبال کنترل فتنه 57 نداشت. این یک واقعیت محضه و خود پادشاه هم حتی اگر اشتباه نکنم در گفتگو با دیوید فراست و یا در یکی از کتاب‌هایی که نوشتند بعد از در دوره تبعید به این مسئله اذعان می‌کنند. اما در مورد پیامی که پخش کردیم، من باید مشخص بگم که می‌دونید که شاه با خوندن چنین پیامی موافق نبود در آغاز. این 2 تن از نزدیکان دربار، حالا من نام نمیبرم، ایشون رو در واقع قانع کردن، تهیه کنندگان متن هم بودن، ایشون رو قانع کردن که این پیام میتونه فضا رو آروم کنه. چرا نام ببرید؟ نام ببرید. سید حسین نصر و آقای رضا قطبی. تا جایی که من از اطلاعات تاریخی من اجازه میده، آقای سید حسین نصر و آقای رضا قطبی ایشون رو قانع کردن که این پیام میتونه فضا رو آروم کنه. شاید هم من اشتباه میکنم، من که اون موقع اصلا در دنیا نبودم که در واقع این داستان رو بدونم. و ایشون با این که این متن رو همون روز به اصطلاح خوندن، اگر کل متن رو در واقع اگر کل ویدیو رو دیده باشیم، گویا 2-3 بار توپخ هم میزنن، چون آماده نبودن برای خوندن چنین متنی. و حتی گفته میشه ایشون از محتوای متن به این علت شاکی بودند که در واقع به گونه خودزنیه. پادشاهی پهلوی چه کرده بود جز خیر برای ایران؟ و به همین علت ایشون مایل نبودن که چنین متنی رو بخونن. ولی از اونجا که شاه عمیقاً باورمند بود که به اصطلاح باید کمک کنه به آرامش فضا و به همین علت قانع شد که این متن رو بخونه
ولی در این حال نباید این رو به مثابه این در نظر بگیریم که شاه داره اینجا اعتراف میکنه به اصطلاح به حالا نادرستی ها. نادرستی خاصی وجود نداشت، دستگاه مدیریت درستی در قبال کنترل فتنه نداشت و چنین اتفاقی در واقع رخ داد. ولی بالاخره اون دستگاه زیر نظر شخص اول مملکت پادشاه وقت بود دیگه. خب یعنی اگر از خود سیستم هم بخوایم ایرادی بگیریم، سیستمی بودش که در سر این هرم خود پادشاه قرار داشت دیگه، نه یعنی اگر کسی میخواست اصلاحش بکنه بهبودش بده خود اون میبود. بدون تردید هر حکومتی شدت و ضعف‌هایی داره، حکومت محمد رضا شاه پهلوی هم دچار شدت و ضعف‌هایی بود، ولی مهم اینه که اصل بر این بود که ما به اصطلاح در یک مسیر درست گام برمی‌داشتیم. به تعبیر زنده یاد نادر نادرپور، کشور آینده داشت. ببینید یه زمانی شما این مثال رو تو همین برنامه شما قبلا زده بودم توی مناظری، یه زمانی شما اراده میکنی از مازندران بری تهران، در مسیر ممکنه خوب رانندگی نکنی، خدایی نکرده تصادف کنی، یه جا بزنی کنار، یه چای شیرینی بخوری، دو ساعت دیرتر برسی، ولی اصل اینه که میخوای برسی به تهران، اصل اینه که در واقع میخوای به مقصد برسی. اما یه زمانی اصلا شما نمیخوای به تهران برسی، میخوای ما رو ببری بهشت، مثل جمهوری اسلامی که صراحتا در واقع داره این حرف میزنه. این فرق میکنه، به خاطر همین ماهیتا این دو نظام از همدیگه متفاوت هستن. شما نمیتونید از مشروطیت ایران که در 1285 تدوین شده بود قانونش انتظار داشته باشید که برای شما لیبرال دموکراسی انگلیسی در 1985 رو برمقام بیاره. ما چیمون شبیه لیبرال دموکراسی بریتانیا بود که توقع داشتین به اصطلاح در 1357 هم شبیه بریتانیا باشیم؟ و این یک مسیر طولانی بود که اتفاقا پادشاهی پهلوی داشت کمک میکرد به بسط مشروطیت. ببینید فرانسیس فوکویاما یک جمله خیلی جالبی داره، میگه که زمانی که انسانها ثروتمندتر میشن، تحصیل کرده تر میشن و دارای روحیه‌ای بازتر نسبت به دنیا میشن، دیگه خواهان ثروت بیشتر نیستن، بلکه خواهان اون هستن که منزلت اونها باز شناخته بشه. خب این رو اگر شما در نظر بگیرید، ببینید که دقیقاً پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی در جهت ثروتمندتر شدن ایرانیان کوشید، در جهت تحصیل کرده شدن ایرانیان کوشید و همچنین کاری کرد که به پاسپورت ایرانی چنان اعتباری بخشید که ایرانیان دنیا دیده شده بودن. ببینید من از زبان دشمنان و منتقدان محمد رضا شاه پهلوی اینو میگم، محمد قائد رو که میشناسی، از نویسندگان منتقد محمد رضا شاه پهلویه. خود محمد قائد در به اصطلاح یکی از مقالات خودش در بهمن 1397 می نویسه که به اصطلاح شما در سال 56 فضا به گونه ای بود که بازگشت به اون دوره برای ایرانی ها یک آرزوه. محمد قائد این رو داره میگه، میگه وضعیت در واقع اعتبار ایران به گونه ای بود که در سال 56 اگه میخواستی بری پاریس، انگار مثل این بود که در تهران میخواستی در واقع یه تاکسی بگیری. متوجه هستی چی دارم میگم؟ نمیگه سفر به پاریس برای شاه آسون بود، برای وزیر آسون بود، میگه بعد در مورد قاطبه مردم داره صحبت میکنه. خب اگه همین سخن فوکویاما رو معیار قرار بدیم، ببینیم که شاه ایران دقیقاً داشت در جهت تقویت مشروطیت ایران میکشید و من فکر میکنم که اتفاقاً اگه شما به اینی که میگید بیشتر شبیه توسعه اقتصادی میمونه تا شرایط مشروطه، اینطور نیست؟ چون خیلی از کشورها هستن که دولت بسیار کارآمدی دارن، اقتصاد خیلی قوی دارن، نمونهش همین کشورهای حاشیه خلیج فارس، قطر، امارات، عربستان سعودی یا دورتر جاهایی مثل سنگاپور یا تایوان در ابتداش قبل از اینکه دموکراتیک بشه. این به معنی نیستش که ارزش‌های دموکراتیک و مشروطه رو هم دارن تقویت میکنن، اینطور نیست؟ من فکر میکنم که فوکویاما لیبرال دموکراسی رو از من و شما بهتر میشناسه جناب فرهزاد، و فوکویاما وقتی داره میگه که باید این مراحل فراهم بشه تا اون زمان پیش بیاد که مردم منزلت خودشون رو میخوان بشناسن که برمیگرده به توسعه سیاسی، پس در واقع داره مقدمات اون مسئله رو توصیف میکنه و من دارم میگم دقیقاً محمد رضا شاه پهلوی داشت مقدمات توسعه سیاسی رو فراهم میکرد. همین مثال سعودی رو زدین. خب سعودی در واقع که کاری که بن سلمان داره اونجا میکنه و این اقدامات که آزادی گستری که بن سلمان داره انجام میده، نمونه کاریه که محمد رضا شاه پهلوی داشت میکرد در سطوح بسیار بالاتر و اتفاقا به یک معنا شیکتر و با در واقع بهره‌گیری از تمدن تاریخی ایران. ببین یه نکته باید در نظر بگیریم، مشروطیت
اعم از دموکراسیه. مشروطیت نظام تأسیس آزادی و حکومت قانون هستش. به همین علت من فکر میکنم اون کارهایی که احتمالا شما دارید میگید، مشکلات سیاسی به اصطلاح سیاسی که در دوره محمد رضا شاه وجود داشت، در واقع تلاش پادشاهی مشروطه برای محافظت از آزادی شهروندان بود. حتی یک دموکراسی پایدار و پیشرفته به مراقبت‌های امنیتی پیشرفته نیاز داره. شما در انگلستان هستید، از MI6 انگلستان چه خبر؟ از CIA در امریکا چه خبر؟ چرا دموکراتیک ترین کشورهای دنیا قدرتمندترین سازمانهای امنیتی دنیا رو دارن؟ چرا دموکراتیک ترین کشورهای دنیا قدرتمندترین ارتشهای دنیا رو دارن؟ باید به این دلیل که به همدیگه ربط داره. آزادی شهروندان نیاز داره در واقع به محافظت. و شما دیدید که از وقتی خمینی روی کار اومد، در اسفند 57 قانون حمایت از خانواده رو نقض کردن. در اسفند 57، یعنی هنوز جاگیر نشده بود، توی هنوز نرفته بود جماران، توی قم بود که آزادی زنان رو نقض کرد، حقوق زنان رو نقض کرد. شاه مقابل امثال اینها وایساده بود، دستگاه پهلوی مقابل امثال اینها وایساده بود که متاسفانه در به واسطه اون سیاست اشتباهی که در سال 56 و 57 ایجاد شد، دیدیم که به فتنه‌گران آزادی نالازمی داده شد و چنین وضعیتی برای کشور ما رقم خورد. ممنونم از شما علیرضا کیانی، فعال سیاسی از واشنگتن. بخشی از نیروهایی که در انقلاب 57 شرکت کردند با فاصله کوتاهی از پیروزی انقلاب از احتمال برقراری حکومت انحصاری روحانیون نگران شدند. حتی برخی روحانیون هم از امکان تحقق این موضوع انتقاد می‌کردند. محمود طالقانی که تا زمان مرگش در شهریور 58 ریاست شورای انقلاب را بر عهده داشت، در آخرین سخنرانیش از احتمال بازگشت استبداد زیر پرده دین سخن گفت. این خطرناک‌ترین تحمیلات، یعنی اون چه که از خدا نیست، از جانب حق نیست، اونها رو به اسم خدا به دست و پای مردم ببندند و مردم را از حرکت حیاتی باز دارند، حق اعتراض به کسی ندهند، حق انتقاد ندهند، خودرأیی و خودخواهی را کنار بگذارید، گروه‌هایی و فرصت طلبی و تحمیل عقیده یا خدای نخواسته استبداد زیر پرده دین رو کنار بگذاریم و بیان با مردم، با دردمندها، با رنج کشیده‌ها، با محروم‌ها هم صدا باشیم. مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده هنر، علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری از میزوری با ماست. بروجردی، چقدر به نظر شما قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران میشد پیش بینی کرد که این انقلاب ختم به یک تئوکراسی میشه؟ عرض کنم که ببینید، ما باید یکم ویژگی های خاص انقلاب ایران رو در یادمون باشه برای تحلیلش. درسته این اولین انقلابی در عصر مدرن هست که منجر به روی کار اومدن یک حکومت دینی شد و برخلاف انقلاب‌های مدرن که همه جدایی دین از سیاست رو رقم زدن، در اینجا به شکل دیگری مسائل پیش رفت. چرا؟ چون در اون انقلاب ایدئولوژی غالب، اشکال سازماندهی، کادرهای رهبری، اهدافی که اعلام می‌شد عمدتاً شکل مذهبی به خودش گرفت. البته اجازه بدین این پرانتز مهم رو من اینجا ایجاد بکنم و اون این که به نظر من انقلاب 57 انقلابی بود که در اون هم تعدد به اصطلاح مشارکت ها وجود داشت، هم تکثر علیت های مختلفی که منجر به انقلاب شد. ببینید، یه بخشی بودن از نیروهای مذهبی مثل همین آقای طالقانی که شما در این بخش الان پخش کردید پیغام ایشون رو. ببینید، این افراد فکر میکنم این انتظار رو داشتن که فکر میکنن یک مدینه فاضله قراره با این انقلاب به وجود بیاد و خیلی زود سیر اتفاقاتی که افتاد، یعنی شما بکنین اعدام هایی که بلافاصله شروع شد از اعضای رژیم گذشته، برخوردی که در کردستان و خوزستان شد، مسئله حجاب اجباری، گروگانگیری، جنگ با عراق، همه این عوامل دست به دست هم داد تا
تا اینکه یک سری از این نیروهایی که شرکت کرده بودند، چه از نیروهای مذهبی مانند طالقانی ها، مجاهدین خلق و غیره، نگرششون رو به انقلاب عوض شد، و چه نیروهای چپی و یا لیبرال. ما داشتیم افراد با بینشی مانند مثلا آقای مصطفی رحیمی که در همون مقطع انقلاب نامه سرگشاده‌ای به آیت الله خمینی نوشت و گفت که من چرا به جمهوری اسلامی معتقد نیستم، یا نیروهای چپی بودند که جزوه‌های چاپ کردند با نام اینکه صدای پای فاشیسم داره میاد در همون مقطع انقلاب، یعنی سال 1357-58. پس بنابراین این چیزا وجود داشته، ولی این یه واقعیت رو ما باید در نظر بگیریم. به نظر میاد که اکثریت این نیروهای سیاسی که آنچنان هم تجربه خاصی در چنبره خودشون نداشتن، در برابر این انقلاب گیج شدن. یعنی واقعا روی کار اومدن یک حکومت تئوکراتیک اونجوری که آقای خمینی مطرح میکرد. من کسی نیستم که به توری‌های توطئه و فتنه در رابطه با انقلاب 57 معتقد باشم. فکر می‌کنم اینا تحلیل‌های بچگانه هستن راجع به آنچه که اتفاق افتاد. دو تا مسئله رو به عنوان اصل اساسی باید در نظر بگیریم. ببینید، آقای چگوارا یه جمله‌ای داشت، میگفت که انقلاب مثل یه سیبی نیست که برسه و خودش به زمین بیفته. شما باید با چوب بزنید و اون بیفته، یعنی باید برید انقلاب بکنید، فعال باشید. ولی بعد ما متوجه شدیم که نه، اینجوری نیست. انقلاب ها رو نمی سازن، انقلاب ها می اتفاق می افتن، می آیند. چرا؟ چون برخلاف درک رایجی که میگه انقلاب هست که باعث عامل تغییر هست، این رو ما باید برعکسش بکنیم. این تغییراتی هست که در جوامع صورت میگیره که انقلابی رو رقم میزنن، من جمله انقلاب سال 57. بنابراین این کسانی که در این انقلاب شریک بودند و بعد انحصار طلبی این روحانیت قشری رو دیدن که حرفای آقای خمینی راجب همه با هم باشیم، کمونیستا آزادن، خانم ها اجازه دارن هر جور خواستن مثلا لباس بپوشن و فلان این حرفا، دیدیم که واقعا دروغ بود و این افراد اومدن و آنچرا که خواستن در این جمهوری اسلامی پیاده کردن. اتفاقا به کمونیستا اشاره کردی، چپا هم یک تجربه تاریخی در حکومتداری در نقاط دیگر دنیا داشتن، هم پشتیبانی علمی بیشتری داشتن، هم سازماندهی منظم تری داشتن. چطور شد که به نظرتون چپا اینقدر گول روحانیت رو خوردن؟ بله، من فکر میکنم دو تا عاملی که شاید بیش از هر چیزی دخیل هست این چرا این فریب رو نیروهای چپ خوردن، دو تا مسئله این بود. یکی اولا ادعای مبارزه ضد امپریالیستی که آیت الله خمینی میکرد، و خب برای نیروهای چپ که شاه رو چیزی به غیر از آلت دست نیروهای امپریالیستی نمیدیدن، فکر میکردن پس باید با آقای خمینی هم زبان بشن. این یک نکته اول. نکته دوم، نگاه مشترک، وجه اشتراک نیروهای چپ و نیروهای مذهبی در تفکر پوپولیستی یا مردم گرای خودشون هست، که فکر میکردن آنچه که مردم بخوان لزوماً درسته، ولی این شکلی نیست. مردم میتونن خواستار چیزهایی باشن که اتفاقا کاملا هم اشتباه باشه. شما شاید برین دیده باشین افراد به خاطر عرض کنم میستن مثلا صحنه های اعدام یا سنگسار رو نگاه میکنن، با چاقو صندلی اتوبوس رو پاره میکنن. به معنی این نیست که شما هر آنچه مردم چون از طبقات پایین اومدن و به قول معروف محروم بودن، اونها بهترین ایده ها رو دارن. آقای چرچیل حرف جالبی میزد، میگفت بزرگ مهمترین جدیترین بحث بر ضد دموکراسی یک بحث 5 دقیقه‌ای با یه مردم عادی هست، چون مردم عادی یک چنین حرفایی میزنن. برای مثال میتونن تبعیض‌هایی رو نسبت به اقشار دیگر جامعه خواستار باشن که در یک نظام دموکراتیک ما نمیتونیم خواستار این باشیم. مثلا شما یک نفر شیعه باشین بگین سنی‌ها حق نداشتن در این مملکت زندگی کنن، یا بهائی‌ها و غیره و غیره. به نظر من اینجا بود که چپی‌ها اشتباه فاحشی کردن، برمیگرده به ضعف تئوریک این نیروها که همزبان شدن، به اصطلاح پول خودشون رو گذاشتن در یک کاسه با نیروهای مذهبی، و بعدش هم نتیجه رو دیدیم و اون کشتارهایی هم که از اونها شد. ممنونم از شما. مرزاد بروجردی، رئیس دانشکده هنر، علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری از میسوری.
بسیاری از روشنفکران وقت رو منتقد حکومت پهلوی و حامی انقلاب 57 میدونن که در شکل گیری آنچه رخ داد سهیم بودن. اندیشه های انقلابی هم از سوی اسلامگرایانی همچون علی شریعتی و هم بخشی از روشنفکران غیر مذهبی چپ یا ملی و حتی نویسندگان شاعران حمایت میشد. با گسترش اعتراضات در ایران نزدیکی روشنفکران به انقلاب بیشتر شد. یکی از نمونه های آشکار این همراهی در جریان شب های شعر گوته و در مهر ماه سال 56 بود. این جلسات با همکاری کانون نویسندگان و انستیتوی گوته برگزار شد و ده ها شاعر و نویسنده به رژیم پهلوی و سانسور در این دوره تاختند. بعد از انقلاب 57 هم گروهی از اعضای کانون نویسندگان در دیدار با روح الله خمینی همگامیشون رو با انقلاب اعلام کرده و خواهان حمایت خمینی شدند. هما ناطق نویسنده‌ای که اون روزها با سازمان شریکای فدای خلق همکاری می‌کرد بعدها گفت تحلیل‌های ایدئولوژیک سازمان‌های چپگرا باعث شد که مقاومت آن روزهای زنان در مقابل حجاب اجباری نادیده گرفته شده و زنان مخالف از سوی جامعه روشنفکر به حال خودشون رها بشن، گرچه او بعدها از مشارکتش در جریان انقلاب 57 اظهار پشیمانی کرد. بعد از پیروزی انقلاب و افزایش انتقاد روشنفکران از آنچه بازسازی استبداد دستگاه استبداد مینامیدند، روح الله خمینی هم آشکارا در مقابل روشنفکران قرار گرفت. شما میترسید که اگر ما جوانان را مثل 1400 سال قبل تربیت کنیم که با جمعیت کم دو امپراتوری بزرگ را به باد داد، ما مرتجع هستیم. شمایی که میخواهید جوانان ما را به تعلیمات غربی بکشید، نه اون تعلیماتی که خودشون دارند، اون تعلیماتی که برای ممالک استعماری دارند، شما روشنفکر هستید. شما که آزادی میخواهید، آزادی همه چیز، آزادی فحشا، همه آزادی ها را میخواهید، شما روشنفکر هستید. ما شما را آزاد گذاشتیم و قلمهای مسموم شما توطئه‌گران مملکت ما را میخواست به باد بدهد. با اسم دموکراتی، با اسم آزادی خواهی، با اسم روشنفکری. مهرک کمالی، استاد ایرانشناسی در دانشگاه ایالتی اوهایو از کلمبوس با ماست. آقای کمالی، اگر اشتباه میکنم منو اصلاح بکنید، به نظر میاد که روشنفکری در اون دوران گره خورده بود به جریان چپ. یعنی اگر روشنفکر بودید، یعنی که ضد امپریالیست بودید، ضد سرمایه‌داری بودید، ضد ارزش‌های دنیای غرب بودید. خیلی جریان روشنفکری لیبرالی نمیشه در اون روزها رصد کرد. با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. نه، واقعیت اینه که میشه رصد کرد، حقیقتش وجود داشتن روشنفکرانی که منتسب به جریان چپ نباشن، ولی به هر حال در نه که به مبارزه ضد امپریالیستی، ملی مذهبی ها رو یعنی میفرمایید؟ آره، آقای بازرگان، بله، لیبرال ها، جبهه ملی و آره، آدم های منفرد وجود داشتن. اینطور نبود که همه، و اینا نیروی قوی بودن. شما ببینید، اینا مؤتلف های آقای خمینی بودن، مؤتلف های در ائتلاف با آقای خمینی. اینا به قدرت رسیدن و آقای خمینی رو به قدرت رسوندن. چرا دوام نداشتن به نظرتون؟ یعنی همش گره خورده به نظرتون به گروگانگیری سفارت آمریکا یا دلایل دیگری هم داشتش که از دور خارج شدن؟ نه، ببخشید من میگم نه، مسئله این بود که ما دو تا تجربه تاریخی داشتیم، یکی انقلاب مشروطه و یکی ملی شدن صنعت نفت. در هر دوی این تجربه ها ما نیروهای متکثر سیاسی داشتیم که در کنار هم و در مقابل هم، در تضاد و در این حال در تعامل با هم عمل میکردن. یعنی انقلاب مشروطه یک سرش مثلا اگر شیخ فضل الله نوری بود، بهبهانی و طباطبایی در وسط بودن و نیروهای مربوط به ما، اسمشون رو بذاریم اجتماعیون آمیون یا چپ‌ها یا سوسیالیست‌ها، در یک منطقه علیه دیگه بودن، همه اینها انقلاب مشروطه رو ساختن. یعنی در کنار هم جلو رفتن و انقلاب رو ساختن. در نهضت ملی شدن صنعت نفت هم همینطوره، نیروهای متفاوتی دارن در تعامل و در تضاد با هم حرکت میکنن. تلقی من بنا به چیزی که خوندم، تلقی که آقای بازرگان به خصوص و نهضت آزادی، خود شخص بازرگان به عنوان تئوریسین نهضت آزادی،
از انقلاب 57 داشت این بود که این انقلاب چیزی شبیه انقلاب مشروطه میشه، یعنی نیروهای متفاوت اجتماعی وارد رقابت و تعامل با هم میشن و این سرانجام به نتیجه‌ای که میرسه اون نتیجه نتیجه مطلوبی خواهد بود. تصور این که بشه این نیروهای اجتماعی رو حذف کرد تصور ناپذیر بود. در وقتی که انقلاب رخ داد، وقتی که ما میگیم فرض کنید، میگن مثلا آقای بروجردی میفرمان که چپی ها پولشون رو در کاسه خمینی گذاشتن، واقعیت اینه که نذاشتن. چپی ها فکر میکردن که، یا حالا من از این اصطلاح اصلا خوشم نمیاد، بله کمونیست ها فکر میکردن که باید به نیروی اجتماعی تبدیل بشن. در فضای دیکتاتوری شاه نمیتونستن به نیروی اجتماعی تبدیل بشن، بنابراین از هر تغییری که بهشون کمک کنه افراد رو بتونن اطراف خودشون جمع کنن و بتونن به چیزهایی که میخوان نزدیک بشن استقبال میکردن. من وقتی میگم کمونیست ها و مجاهدین هم همینطور و حقیقت و واقعیت هم همین بود. وقتی که انقلاب رخ داد، اگر انقلاب رخ نمیداد اونها تبدیل به نیروی اجتماعی نمیشدن. انقلاب رخ داد و فدایی ها و مجاهدین تبدیل به نیروهای بزرگ اجتماعی شدن. اونجا بود که میتونستن عرض اندام کنن، نه پیش از انقلاب. بنابراین موقعی که بعد از انقلاب ما میبینیم این گروه های سیاسی رو، اینها اون موقع تبدیل به نیروی اجتماعی شدن و میتونستن عرض اندام کنن. تلقی که به نظر من بازرگان از فضای اون موقع داشت این بود که نیروهای لیبرال، این انقلاب مشروطه و این نهضت ملی شدن سردم، نیروهای لیبرال، نیروهای متمایل به چپ، نیروهای اسلامی، اینها مجبورن در یک جایی به تعامل برسن و برای رسیدن به یک نتیجه. این ببخشید حرفتون رو قطع کردم، اینو می‌خواستم عرض کنم که به نظر میرسه که خب نیروهای چپ یا حالا به قول شما کمونیستا که هیچ وجه اشتراکی با نظام پادشاهی نداشتن، مخالفتشون خیلی عیان بود، ولی به طور سنتی معمولا در بارها چه در اروپا چه در خاورمیانه با نهاد کلیسا در اروپا و مسجد در خاورمیانه ارتباطشون ارتباط بدی نیست و تضادشون تضاد عمیقی نیست. حتی شاه نشانه هایی داشتش که مشخص بود خودش آدم معتقدی هست، حتی شاید باور خیلی ها بیش از اندازه معتقد بود بنابر برخی نوشته های خودش. چرا نتونست دست کم روحانیان رو بیش از اونی که بود به خودش نزدیک بکنه که دو تا دشمن بزرگ نداشته باشه، هم جریان چپ و هم مذهبی ها؟ نمیدونم حقیقتش این که چقدر میخواست نزدیک کنه. به نظر من تلاش هایی که شاه در نزدیکی همین در نزدیکی به اصطلاح نیروهای مذهبی به یا در خونسا کردن نیروهای مذهبی کرد، به نظر من کارهایی بود که واقعا طبق یک استراتژی انجام میداد، چون اون موقع فکر میکردن با توجه به وجود شوروی و نیروی کمونیسم، نیروی مخالف به اصطلاح دشمن اصلی کمونیسمه. بعید من به نظر من منظورم مثلا نقاط اختلاف با روحانیان کجا بود؟ چند تا دیسکو و کاباره و مشروب فروشی و اینها بود دیگه، نه فراتر از این، یعنی در کلان حکومتداری که مشکلی نداشت با روحانیون؟ روحانیون با اون مشکل نداشتن یا اون با روحانیون مشکل نداشت؟ مقصودم اینه که مقصد. حکومت‌های عملگرای این چنینی به خصوص در خاورمیانه معمولا خیلی در تضاد نیستن با دین. یعنی اتفاقا این جریان چپه که مقابل دین ایستاده بود، حکومت‌های پادشاهی که مشکلی ندارن با دین معمولا. خب اینجا مسئله سبک زندگی پیش میاد. جایی هست که اون نقطه که شما بهش اشاره میکنین، اگر کمونیست‌ها در مورد اختلافشون حرف بزنن، همونطور که گفتین یک اختلاف بنیادین سر مثلا نظام سرمایه‌داری یا ارتباط با غرب یا این هست، نه سر لباس پوشیدن زنها یا مشروب خوردن مردها یا نمیدونم هر چیزی که تو این رقصیدن یا از این چیزا، مسئله سبک زندگی اینجا مطرح میشه. بله اسلامیون، اسلامگراها خیلی در سبک زندگی با شاه اختلاف داشتن و مرتبا نه در زمان انقلاب، بلکه از دهه 20، از وقتی که شاه به اصطلاح سیاست رضا شاه رو کنار گذاشت و به نیروهای مذهبی میدون داد، اینا درخواستاشون رو مطرح میکردن. درخواستاشون چی بود؟ بستن مشروب فروشی ها بود، جلوگیری از کار مثلا ببخشید مراکز بدنام برای خانوما بود، مبارزه با بهایی ها بود، یعنی با کنار گذاشتن بهایی ها بود، و نمیدونم کاباره ها رو بستن و دانسینگ ها رو بستن و اینا. که و اینجا
منظورم حالا به استثنای اون بحث بهائیان مابقی به نظر نمیاد امتیازات خیلی بزرگی بود که شاه نمیتونست بده به روحانیان. اینطور نیست، خیلی از کشورها هستن که توسعه یافتن یا در حال توسعه هستن، رویکرد غربی دارن. نمونهش همین کشورهای حاشیه خلیج فارس که کمی پیشتر هم بهشون اشاره کردیم، خیلی هاشون هم مثلا مشروبات الکلی اجازه نمیدن سرو بشه یا محدودیت هایی دارن یا خیلی آرام آرام آزادی های اجتماعی رو باز میکنن. خب من شاید اینجا ما باید به اصطلاح اون طرز فکر شاه بهش اجازه نمیداد. به نظر من اصلا در اون کما اینکه در زمان مصدق هم به مصدق هم فدایان اسلام پیشنهاد کردن که مشروب فروشی ها رو ببنده و مصدق هم مخالفت کرد. یعنی اصلا در چیزشون نبود که ما میتونیم در چنین چیزهای سبک زندگی مردم دخالت کنیم، اصلا نمی گنجید تو مرامشون، میدونین؟ و به نظر من یا مثلا سینما یا مثلا در مورد فیلمایی که ساخته میشد یا کاباره ها یا این چیزهایی که واقعا آخوندها روش مانور میدادن، اینا رو از اصطلاح شاه به نظرم میاد جزو مرام و جزو چیزی بود که نمیتونست کنار بذاره. ممنونم از شما. مهرک کمالی، استاد ایران شناسی در دانشگاه ایالتی اوهایو از کولومبوس. عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، به خبرگزاری فارس گفته حقیقت انقلاب یک امر مردمی بوده و با ایستادگی مردم به گفته او انقلاب ماندگاره. خسروپناه گفته اگر روح الله خمینی در بهمن 57 انقلاب رو به ثمر نمی رسوند و 2 سال به تأخیر می افتاد، هم مذهب ایران بهائیت می شد و هم ایران به سمت تجزیه می رفت. به نظر می رسد که دشمنی با اقلیت بهائی در ایران بخشی از هویت انقلاب ایران بوده. گروهی از انقلابیون نزدیک به روح الله خمینی و همینطور خود او حتی پیش از پیروزی علیه بهائیان فعالیت می کردند و سخن می گفتند. با پیروزی انقلاب فشار بر جامعه بهائی شدت گرفت و ابتدا با اخراج گسترده از ادارات، مصادره اموال و حتی قتل و ناپدیدسازی گروهی اونها و بعد اعدام تعدادی از اعضای این اقلیت، سرکوب خونین بهائیان ادامه یافت. خمینی در خرداد سال 62 زمانی که گروهی از بهائیان با اتهام جاسوسی در آستانه اعدام بودند، حمایت جامعه بین‌المللی رو دلیلی بر جاسوسی اونها دونسته بود. چند هفته بعد از این سخنان 10 زن بهائی از 17 تا 57 ساله در شیراز به صورت دست جمعی اعدام شدند. بهائیان میگن که این بهائی‌ها بیچاره‌ها مردم آرامی ساکتی مشغول عبادت خودشون هستن، جهات مذهبی خودشون را به جا میارن و ایران برای خاطر همین که اینا اعتقادشون مخالف با اعتقاد اونهاست گرفتن. اگر اینا جاسوس نیستن و اگر ایران برای فقط جهت مذهبی به اونها توجه کرده بود یا گرفته بود، شما صداتون در نمی آمد. فریدون وهمن، استاد زبانها و ادیان کهن ایران از کوپنهاگ با مصاحبه وهمن. چرا به نظرتون اینقدر خصومت با بهائیت یکی از جنبه های مهم انقلاب و به خصوص رویکرد خمینی بود؟ با عرض ارادت و درود خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، متاسفانه بهائی ستیزی اونطور که الیس ساناساریان محقق و دینشناس نوشته، یکی از گسترده ترین، منظم ترین و شدیدترین سرکوبی های تاریخ ایران است که در اون نه یک گروه و نه یک حزب و یا دولت، بلکه تمام مردم در افکارشون، در مغزشون با بهائیت مبارزه دارند. و بعد یک نقل قولی هم از مرحوم دوستدار نقل بکنم که میگوید که در تفکر ایرانی غیر مسلمان به هیچ وجه ایرانی تمام عیار نیست و هر کسی که بخواد این مسئله رو رد بکنه یک بی انصافی خودش رو لو داده. این طور البته بنده این بیان او نیست. بنده میخوام بگم 160 سال 170 ساله که ملایان و بعداً روشنفکران بر ضد آیین بهائی کار کردند، کوشش کردند،
نوشتن سرکوب کردند و این رو در فکر و مغز مردم جایگزین کردند که بهائیان یک بیگانه هستند، جاسوس هستند، همینطور که آقای خمینی گفتند در نطقشون. خود به خود شکل دیو می کردند، پس ترسش نهیب می کردند. خودشون یک دیوی از بهائیت ساختند و بعد ترسشون برداشت. و واقعا اینها، بنده در موقع انقلاب برای دیدن خانواده‌ام رفته بودم برای 3 هفته ایران و 3 ماه ماندم، چون دیدم ورق برمیخوره، ورق تاریخ در کشورم ورق میخوره، و اونجا شاهد بودم که مردم هیچ چیز از بهائیت نمیدانستند ولی دشمنی میکردند. اول از همه جاسوسیشون. الان 45 سال دولت جمهوری اسلامی، تمام اسناد ساواک، تمام اسناد سفارت آمریکا، تمام اسناد دولتی رو در اختیار داره. یک سند جاسوسی از یک بهائی نتونستن منتشر کنن. یک سند. فقط بهانه است که بهائیان رو سرکوب کنن. چون از منظر عملگرایانه هم من نمیدونم واقعا باور دینی یک نفر چه ارتباطی میتونه با جاسوس بودنش داشته باشه. یک نفر میتونه مسلمان باشه، یهودی باشه، مسیحی باشه، بیدین باشه، بهایی باشه، جاسوس باشه یا نباشه. چرا ولی به طور خاص روی بهاییان اینقدر تمرکز داشتن؟ چون به نظر نمیاد در مورد اقلیت‌های دیگر، هرچند که همه رو سرکوب میکردن، اینقدر شدت عمل به خرج داده باشن که در مورد بهاییان باشه. حتی در مورد بیدین‌ها ما نمیبینیم که چنین روی کردی وجود داشته باشه. برای اینکه افکار بهایی درست چیزیست که مخالف افکار آقای خمینی و زمامداران فعلی رژیمه. از تعالیم بهایی تساوی حقوق زن و مرده که این رژیم باش مخالفه. از تساوی حقوق این است که اختیار لباس هر که هرچی میخواد بپوشه، میخواد حجاب سرت بکن، میخواد نکن، تو انسان هستی. از تعالیم بهایی این است که در این دین آخوند و ملا و خاخام و کشیش وجود نداره که بخواد برای شما تعیین تکلیف بکنه. شما یک انسان کاملید، یک انسان بالغ هستید و خودت میتونی با خدای خودت، با محبوب خودت، با عقیده خودت در ارتباط بیایی. اینها اساس تفکرات بهائی است. تفکرات بهائی وقتی که در ایران قاجار می‌ریختن مدارس دخترانه رو آخوندها آتش می‌زدن، بود که مدارس دخترانه می‌ساختند. 50 مدرسه دخترانه و پسرانه در زمان قاجار در سر تا سر ایران ساختند، برای اینکه فرهنگ ایران رو می‌خواستن عوض کنن، می‌خواستن افکار مردم رو عوض کنن. انقلاب بهایی، بنده اون رو انقلاب میبینم، یک انقلاب اخلاقی بود، یک انقلاب دینی بود که از خاک ایران برخواسته بود. و شما اگر دقت بفرمایید، مطالعه بفرمایید، میبینید آثار عرفانی توش هست، آثار زردشتی توش هست، حتی از معنویت توش هست، برای اینکه این دین از سرزمین ایران برخواسته و این چیزی نبود که ملایان بخوان برتابند. به همین جهت اول انقلاب بلایی بر سر بهائیان آوردن، آنچنان ریختن سرشون با عجله، با کشتار، با سرکوب، از زن و مرد، از دختر 17 ساله تا پیرمرد 86 ساله. همون کاری کردن که عربان وقتی آمدن ایران رو گرفتن با ایرانی ها کردن. عیناً تاریخ تکرار شد و الان هم که هست همینه. برای اینکه بهائیان رو دست کم گرفته بودن، نمیشناختن جامعه بهایی رو و بدون شناسایی دشمنی میکردن. انجمن حجتیه تأسیس شده بود. بنده یک داستانی براتون بگم، حقیقتیست. در دوره شاه یکی از دوستان من تعریف میکرد 15-16 تا جوانان حجتیه میرن در یک محضری ورقه امضا میکنن که ما میخوایم خودمون بریم با بهایی ها مبارزه کنیم و اگر اونها ما را کشتند ما امضا میکنیم که میخوایم دفن مسلمانی بشیم. توجه میکنید؟ اینقدر نمیدونستن که با یا حاضرن کشته بشن ولی ضرر به کسی نزنن، حتی مورچه یا نیازارن. آقای بازرگان که صحبتش شد این دفعه،
در همین جلسات چند بار ایشون گفته بود که ما اگر باهائی ها رو تهدید بکنیم که حساب بانکشون رو ببندیم قبل از انقلاب، تمام میان اسلام میارن. نه تنها زندگی باهائیان رو گرفتن، نه تنها جان مارشون رو گرفتن، نه تنها گفتن بیاید توبه کنید، توبه نکردن، بلکه 250-60 نفرشون رو در اولین سالهای انقلاب با عجله کشتن. برگزیدگان جامعه، از استاد دانشگاه بگیرید تا دهاغین نیشابور رو عرض کنم که دور افتاده ایران، بی خود یک واهمه از باهائیان هست. ممنونم از شما. بفرمایید، نیست که چیزی میخواستید؟ نه، فرصت متاسفانه به پایان رسیده. تشکر میکنم از شما. فریدون بهمن، استاد زبانها و ادیان کهن ایران از کوپنهاگ. مایکل روبین، کارشناس خاورمیانه، به تازگی در مقاله نوشته سوال در مورد مشروعیت جمهوری اسلامی در حال افزایش. او در این مقاله به ضرورت انجام یک رفراندوم درباره این مشروعیت پرداخته. مقاله بر اساس داده‌های تاریخی میگه تنها 10% از ایرانیان در اعتراضات خیابانی برای مجبور کردن شاه ایران به فرار از کشور شرکت کردند، در حالی که در مقایسه فقط 1% از روس‌ها در انقلاب بلشویکی شرکت داشتند. با این حال اکثر ایرانیان بر سر آنچه که علیهش بسیج شدن دیدگاه مشترکی نداشتن. این تحلیلگر میگه خمینی این مشکل رو با گفتن چیزهای مختلف به گروه‌های مختلف یا با دروغی آشکار حل کرد، اینکه به دنبال قدرت شخصی نیست. او رفراندومی انجام داد با این سوال که آیا مردم جمهوری اسلامی رو میخوان یا نه. گرچه به باور نویسنده خمینی هیچ وقت معنای جمهوری اسلامی رو تعریف نکرد، اما 45 سال بعد مقامات جمهوری اسلامی هنوز مشروعیتشون رو بر اساس این رأی‌گیری اولیه قرار میدن. عطا هودشتیان، پژوهشگر علوم سیاسی از تورنتو با ماست. آقای هودشتیان، این داستان رفراندوم جمهوری اسلامی چقدر به نظرتون قابل انتظار هستش که از یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی خواسته بشه که یک رفراندوم دیگه برگزار کنه در 45مین سالگرد تأسیسش؟ اصلا مسبوق به سابقه یا هست هیچ کشور دیگری چنین کاری میکنه؟ بله، کشورهای دموکراتیک کاری کردن، سوئیس چندین بار این کارو کرد، فرانسه در واقع 3-4 بار این کارو کرده. ولی خب کشورهای دموکراتیکی هستن که حداقل به نهادهای برگزار کننده رفراندوم میشود اطمینان کرد. کشورهای رده دوم هستن که اونها به واسطه بی‌اعتمادی به نهادهای رفراندوم یا انتخابات به هر شکل تصور میکنن که اگه نمیشه حداقل به سازمان ملل اطمینان میکنن، بنابراین نمایندگان سازمان ملل میاد. در مورد ایران نخیر، همه منافذ اجتماعی رو در واقع جمهوری اسلامی بلعیده، جایی برای تنفس نگذاشته، امکانی برای رفراندوم یا انتخابات آزاد وجود نداره، حتی سرشماری ها وجود نداره. یعنی به حتی اون چیزی که رژیم میگوید در مورد وضعیت اقتصادی خودش، واقعیت مهاجرین، حتی وضعیت اقتصادی و اجتماعی و تعدادی که حتی ما تو زندان ها داریم، همه اینها رو میشود تو گذاشت در کاتگوری دروغ حکومتی و نمیشه و در واقع به رژیم جمهوری اسلامی در این حوزه به هیچ وجه اطمینان داشت. حالا حتی اگر رفراندوم نذارن، بالاخره از شبکه‌های اجتماعی، از اعتراضات، از واکنش‌های مردم، از میزان مشارکت‌ها در انتخابات‌های حکومتی فکر می‌کنم خودشون یک تصویر کلی از میزان محبوبیتشون دارن، نه؟ کاملا. من فکر می‌کنم که به همون میزانی که اندیشمندانی که در کمپ مخالفین جمهوری اسلامی هستن فکر می‌کنن و نظرسنجی‌هایی رو می‌کنن از طریق شبکه‌ها و غیره، فکر می‌کنم که خود جمهوری اسلامی در اتاق‌های فکریش کاملا می‌دونه اوضاع چیست و داره برنامه‌ریزی می‌کنه و همیشه برنامه‌ریزی کرده. و بدون این یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی که چندین ارتش داره، برنامه‌های متعدد مقاومتی داره، گفتمان‌سازی می‌کنه، اپوزیسیون ساختگی درست میکنه، میونه ماها پرتاب میکنه، غیر ممکنه که نتونه در واقعیت کلام بدونه که اوضاع چیست. برای همین داره برای بعد از مرگ آقای خامنه ای طرح و برنامه میریزه و سعی میکنه که به هر حال جذب کنه نیروهایی که یه مقدار در میون اپوزیسیون میانه حال هستن و فکر میکنن که فرض فرمایید گروهایی از احتمالا پاسداران، گروهی از اصلاحگرایان میتونن به سمت اونها کشیده بشن و تغییراتی رو مثبت در آینده داشته باشیم. خب رژیم جمهوری اسلامی کم و بیش نشون داده که یه همچین چیزی رو نمیتوان خیلی انتظار داشت تا اونجایی که فعلا داده های جمهوری اسلامی به ما به دست داده. ممنونم از شما. عطا هودشتیان، پژوهشگر علوم سیاسی از تورنتو کانادا. و ممنون از شما که ما رو در این بحث همراهی کردید.